هممون از این کلین رات نایت ها کتک خوردیم و همچنین دیدیم که چقدر میتونن رو مخ باشن چون با حرکاتی که میزنن فقط باید فرار کنیم اما الان دیگه دور زمونه عوض شده حالا نوبت خودمونه تا با استفاده از بیلد مخصوصشون کل دشمنای بازی رو تا میتونیم آزار بدیم تا آرزوی مرگ بکنن همونطور که میبینین قدرت دیسک هایی که پرتاب میکنیم در این بیلد به طور مخفیانه حیرت آوره بیلدی که تا لول 100 قشنگ همراهیتون میکنه پس در این ویدیو از الدن رینگ میریم سراغش و فوق قدرتمندش میکنیم سلاحمون هیلو سایت نام داره و همونطور که میبینین ویژگی مخفیش همونیه که شوالیه مخ کوین واسه اذیت نمون ازش استفاده میکردن اما حالا نوبت خودشون آزار ببینن قطعا اینو هم متوجه شدین که این دیسکا به طور اتوماتیک دشمن رو شناسایی میکنن و همینطور میرن سمتش اگه دشمن حرکت کنه بازم بهش برخورد میکنن سرعتشون هم کند نیست خودشو و والیا فقط دو تا دیسک ازمون میندازن اما میشه پشت سر هم همینطور به سمت دشمنو پرتابشون کرد و سری شکستشون داد چرا جون اف پی که مصرف میکنن آنچنان زیاد نیست در واقع قبل از تموم شدن اف تون استقامتتون تموم میشه و احتمالا باید سب کنین دوباره پرشه دمیج کم مصرف با کارایی بالا نحوه گرفتن سلاح و الان بهتون میگم پس اگر از ویدیوهای های Ring خوشتون میاد ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین واسه گرفتن این سلاح کافیه به مردابی که در این قسمت از کیلیت قرار داره برین همون جایی که در ویدیوهای قبلی واسه گرفتن ست آرمور این شوالیه ها ازش استفاده کردیم یکیشون که دقیقا اینجا ظاهر میشه و میتونین از نزدیکترین گرس پایین همینطور بیاین بکشینش تا بالاخره سلاح و واسطون دراب کنه اگرچه اگه کمی بیشتر تو منطقه چرخ این شوالیه های بیشتری هم پیدا میکنین یه جورایی اینجا خونه شونه بعد از اینکه سلاح گرفتین متوجه میشین که میتونه به دشمنا استت بلات هم وارد کنه اما خب ما قدرت دیسک ها رو میخوایم پس استت پیشنهادی واسه فیس 60 هستش که اگر از های مثل ماریکا سورسیل استفاده میکنین 55 تا هم کافیه اما خب همونطور که میبینین فیس من سی و هستش و بازم میتونم کلی دمیج باش بزنم در مورد ویگر هم که روی خونتون تاثیر میذاره باید بگم تو حدی ببرینش بالا که فکر میکنین واسه کافیه خیلی روی مایند هم تمرکز نکنین چون برخلاف انتظارم حرکت مخفی صلاحمون اف زیادی مصرف نمیکنه دورو 25 تا میتونه کافی باشه اما استت اینجرنس رو ببرین بالا چون استقامتتون هستش و با حرکت ویژه مقدار زیادی ازش کم میشه همچنین حداقل استات های لازم واسه استفاده از ویژگی مخفی سلاح هم باید داشته باشین یعنی 13 تا سترنگس و 16 تا هم دکستریتی استراتژیمون واسه استفاده از سلاح این طوریه که باید فاصله رو با دشمنامون حفظ کنیم چون دیسک ها از یه فاصله خیلی دور هم باز میتونن به دشمن برخورد کنن اسپلای خیلی کمی در بازی وجود داره که بتونن از این فاصله به دشمن رو برخورد کنن حالا میتونیم قبل از اینکه دشمن به خودش بیاد و بخواد بهمون برسه بزنیم ناکارش کنیم در مورد دشمن گروهی هم فقط کافیه که نقطه هدف یا همون تارگتتون رو تغییر بدیم چون دشمن ها با این ضربات وان شات میشن دیگه اگه خیلی پر رو باشن با دو تا ضربه میمیرن مخصوصا اگه فیستون هم بالا باشه در برابر باس ها چون همیشه نبرد و وقتی شروع میکنین که باس کلی ازتون فاصله داره پس میتونین قبل از اینکه بهتون برسه حداقل نصف خونش رو خیلی راحت کم کنین اگه هم دیدین باس مربوط زرنگه و میتونه زود بهتون برسه و اتکاتون رو خراب کنه پیشنهاد میکنم از سامن مثل کریستالین استفاده کنیم که در ویدیوهای قبلی نوه گرفتنش رو توضیح دادم چون خونشون زیاده و در برابر دمیج مقاومن میتونن واسه بیلدتون مفید باشن سامنی که تا اواخر بازی هم میتونه کمکتون کنه البته شرط نشده فقط از این استفاده کنین اگه فکر میکنین سامن بهتری دارین از همون استفاده کنین اما بریم سراغ فوق قدرتمند کردن بیلدمون که وادارمون میکنه از آیتمای استفاده کنیم که استتهای مهم بیلدمون رو واسمون تقویت میکنن اگه دارینش از کلا خود هلیکتری نایت استفاده کنین که باید بگم ندارمش و اگه داشتم هم استفاده نمیکردم چون یکم سنگینه و به ست لباسم هم که اصلا نمیاد اما دو تا به استات فیستون اضافه میکنه پس میتونین روش حساب کنین یا میتونین از رولرز ماسک استفاده کنین که این یکی یه دونه به فیستون اضافه میکنه لینک ویدیو مربوط به بهترین ماسکا واسه هر کدوم از های بازی و در آخر همین ویدیو واسهتون قرار میدم اما خب تالیسمن شارد و الکساندر هم چون میتونه قدرت حرکت ویژمون رو تا 50 درصد افزایش بده میتونه به درد بخور باشه من چون کوست رو دنبال نکردم ندارمش اما تالیسمنی مثل ریچال سورت هم میتونه گزینه خوبی باشه چون قدرتتون رو 12 درصد افزایش میده البته وقتی خونتون کاملا پر باشه پس میتونین به جاش از رادگان سورسیل استفاده کنید ماریکا سورسیل که دیگه نیاز به گفتن نداره که چقدر میتونه به درد بخور باشه هولی سکورپین چارم که قدرت اتک های هولیتون رو افزایش میدم تالیسمن خوبیه لینک ویدیو تالیسمن های لجندری بازی و هم در دسکریپشن واسه قرار میدم اما بازم میتونیم بیلدمون رو از چیزی که هست قوی تر کنیم یعنی استفاده کردن از اسپل گلدن واو مخصوصا اگه میخواین با باس های بازی فایت بدین قبل از وارد شدن به منطقه باس یه دونه گلدن واو میندازین بالا و به منطقه وارد میشین چون دمیجتون رو 15 درصد افزایش میده و از اون بهتر قدرت تدافعتون هم 10 درصد میبره بالا بعضی از تالیسمان ها یه چیزی مثل تقویت دمیج بهتون میدن ولی از اون طرف دفاعتون رو کاهش میدن خب این اسپل میتونه یه جورایی اینو جبران کنه که پیشنهاد میکنم حتما ازش استفاده کنین البته من از فلسک اختصاصی هم استفاده میکنم که ترکیبش به این صورت بچه ها Holy Shrouding Crack تیر که انصار اصلی مونه و دومی هم سلیغهیه که من Cerulean Hidden تیر رو باش ترکیب کردم تا در کنار تقویت دمیج هولی تا یه پونزده ثانیه ای اف پی هم داشته باشم مکان این تیرها در این قسمت از نقشه است که از کشتن یه باس نچندان قدرتمند دست میاد یعنی یکی دیگه از ارتری اواتار های بازی اول فکر کردم میتونم به این صورت از این گریس پوینت به مکان باس برسم و خلاص اما بعد فهمیدم که یه گریس پوینت جدید که تا حالا لمس نکردم و اول باید فعال کنم که مکانش اینجاست وقتی با دنبال کردن مسیرتون به اینجا رسیدین خودتون رو با دقت بندازین پایین تا یه مازلیمو ببینین ازش رد و بعدش برین سمت راست و از این تخت سنگ باس بتون برین بالا حالا از اینجا برین سمت چپ و گریس پوینت جدیدو فعال کنیم. حالا میتونیم از اینجا به باس برسیم واسه این کار کافیه همینطور به این صورت برین جلو اینجا فکر کردم دور خودم چرخیدم اما فهمیدم که در واقع دو تا نزدیک به هم در این منطقه وجود دارن دشمنه که سر راهتون رو یا بکشین و یا نادیدشون بگیرین و بعدش برین سراغ باس اصلی البته پیشنهاد میکنم قتل عامشون کنین چون احتمالا وقتی دارین با باس میجنگین میان تو کارتون دخالت میکنن در نهایت هم بعد از اینکه تونستین باس و شکست بدین دو سه تا تیر به دست میارین که یکیش هولی شراودین کرک تیره با فلسکتون ترکیبش کنین تا حالا با خوردنش دمیج هولیتون از چیزی که هستم بیشتر بشه میتونین با گلدن واو wow ترکیبش کنین تا فوق قدرتمند بشین اما یه سری از نقطه ضعفای بیلمون که هرچی فکر کردم نتونستم راهی واسه چش پوشی کردن ازشون پیدا کنم به این صورتن بچه اولیش اینه که ممکنه اگه به دشمن نزدیک باشین و بخواین از حرکت ویژه سلاحتون استفاده کنین اگه دشمن بهتون ضربه بزنه احتمالا اتکتون خراب میشه و اصابتون هم خورد البته اینو میشه با حفظ فاصله درست کرد اما وقتی توی غارهای بازی و یا جاهای تنگ و ترش هستین بعضی وقتا ممکنه دیسک ها قبل از اینکه به دشمنو بخورن به یه مجسمه گلدونی چیزی برخورد کنن که حتی ممکنه بعضی وقتا ببینین چون دشمن کنار دیوار وای ساده دیسکا مستقیم میرن تو دیوار تنها کاری که میشه واسه این انجام داد به نظرم این باشه چون داریم از بیلدی بر پایه فیس استفاده میکنیم پس میتونین یکی از ده ها سلاح قدرتمند بازی ها که با فیس قدرتشون بیشتر میشه با بیلدتون ترکیب کنین و فقط بذارینش واسه وقتی که این جور جاها سلاح اصلیتون جواب نمیده اینطوری میشه از پس دشمنو برومد سلاح اصلیو بذارین واسه یه جا و اگه میخواین ویدیوهای بیشتری از لندینگ ببینین ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین با کلیک روی صفحه میتونین با آیتم هایی که به اندازه کافی ازشون استفاده نمیکنین آشنا بشین توی ویدیو بعدی میبینمتون فروم